این گزارش برای ما بیشتر بگید، داده های اون چه میگه به ما؟ با سلام درود خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، این گزارش نسبتا جامعی هست که خب عفو بین‌الملل با توجه به جایگاه معتبری که داره این گزارش رو منتشر کرده و این گزارش میتونه بسیار تاثیرگذار باشه و مورد بهره برداری قرار بگیره از طرف نهادهای دیگه حقوق بشری در سطح بین المللی، از جمله مورد استفاده کمیته حقیقت‌یاب هم میتونه قرار بگیره. به درستی اشاره کرده به اینکه حکومت با تشدید مجازات سرپیچی از حجاب اجباری و نافرمانی مدنی سعی داره تا موقعیت خودش رو که حس کرده که تضعیف شده تثبیت بکنه و یک اقتدار از خودش نشون بده، که خب ما میدونیم این اقتدار یک اقتدار پوشالی است، و به اینکه این مجازات ها مخالف کرامت انسانی است، توهین آمیز هست و حریم خصوصی، استقلال و آزادی بیان و اندیشه زنان رو مورد هدف قرار گرفته، به درستی و تفصیل توضیح داده و آماری رو منتشر کرده مبنی بر اینکه چه تعداد خودرو توقیف شده، میزان بازداشتی ها، حبسی ها و اینها بسیار دقیق هست. و از طرفی این سازمان به تناقض‌گویی اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه از تعطیلی گشت ارشاد خبر دادن، اما این در تناقض با بازگشت عملی گشت ارشاد هست. و همچنین مورد مهم دیگه این هستش که در این گزارش اومده که با حذف لوگوی گشت ارشاد و نام گشت ارشاد از روی ونهای گشت ارشاد و لباس پلیس، به اونها این جرأت رو داده که با خشونت و تعمد بیشتری به سرکوب زنان و اذیت و آزار زنان بپردازند. ممنونم از شما محمد مقیمی، وکیل دادگستری.